به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان خیر ایرانی مقیم خارج از کشور، عزیزان مپ. سعی می‌کنم خیلی سریع گزارش‌های یک ماه گذشته رو، امروز 22 مرداد ماه 99 هستیم، سعی می‌کنم گزارش ماه گذشته میلادی رو خدمتتون عرض بکنم. اول حوزه کرونا، کاری که ما انجام دادیم و به ثمر نشست، کارهایی رو که به نتیجه رسیده رو دارم خدمتتون عرض می‌کنم. بحث در مدار قرار گرفتن اکسیژن ساز مرکزی بیمارستان بهالو بود که بیمارستان درمانی و آموزشی جنوب و جنوب غرب تهرانه، با نزدیک به 200 نفر مبتلا به کرونا که اونجا بستری هستن. تهیه اقوام حفاظت شخصی برای 6 بیمارستان، برای کادر درمانی 6 بیمارستان اصلی استان تهرانه که در انجام شده، داره انجام میشه و ادامه داره این قضیه. تهیه بونکارت برای بیش از 1150 مددجوی عزیز سازمان بهزیستی که معلول بودن، یعنی عزیزان معلول سازمان مددجوی سازمان بهزیستی در 17 استان کشور، که این بونکارت ها باهاش میتونن از فروشگاه ویژه‌ای خریداری بکنن مواد غذایی مورد نیازشون رو، مثل مرغ، گوشت، روغن، ماکارونی، کنسرو مواد غذایی، حبوب و فرمانند اون. این هم تهیه شد و در اختیارشون قرار گرفت، به اتمام رسید. در حوزه فعالیت‌های معمول مؤسسه، کارهایی که در این ماه به سر انجام رسیده اینه که در شمال، غرب و جنوب کشور ما 4 مدرسه رو به پایان رسوندیم و تکمیل شد. یک مدرسه در خراسان شمالی، یک مدرسه در خوزستان و 2 مدرسه در کردستان. اینا مدرسه هایی هستن که فقط در این ماه تکمیل شدن، تا شهریور ماه انشاءالله بقیه مدارس هم تکمیل میشن. در حال پیشرفت ساخت 2 مدرسه، 2 روستامهد در استان لرستان و استان گلستان به پایان رسید و ما تحویلشون گرفتیم تمام و کمال. اونها هم در سال تحصیلی جدید در حقیقت افتتاح بشن. 5 روستامهد هم تجهیز شدن و به فهرست بلندبالای ما که توی کار ساخت نوسازی و مربوط به کار ساخت نوسازی و تجهیز روستامهدها بود، فهرست 100 روستامهدمون اضافه شد. تشکر میکنم از همه خیرین مپ، از همه عزیزان مپ. امیدوارم که این کمکاتون همچنان ادامه داشته باشه. از کارکنان عزیزم تشکر میکنم که در شرایط کرونا و وجود اینکه کشور شرایط اکثر استاناش قرمزه و میتونن پاره وقت سر کار بیان، نیمه وقت سر کار بیان، ولی برای اینکه کارهای روال مؤسسه و کار به کمک مددجوی بهزیستی و از اون طرف بیماران کرونا، مختلف به کرونا زمین نمونه، بیش از زمان عادی دارن زمان میذارن و کار انجام میدن. ازتون متشکرم.